أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بعدد ما أحاط به علمه. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي أنتقني بالهدى وألهمني التقوى. یه وقتی من ماه رمضان که خدا توفیق میده یه دور قرآن بخونیم، فکر کردم که آیات دوقلو رو پیدا کنم، این یا اون، این یا اون، مثقال ذره خیرن مثقال ذره شرن، هل یستوی الاعمى والبصیر، نابینا یا بینا، عمل خیر یا عمل شر. دوره بره 300-400 تا با کم زیادش آیه پیدا کردم که حالا در یه برنامه 5 دقیقه ای چند تاشو میگم. چه آدم وقتی چیزا رو مقایسه میکنه، شما الان نمیتونی الحمدلله چشم دارم رو ساعت 5 دقیقه چشم بده ببن، رابطت با همه جا قطع میشه. بعد چشم دو با میکنی، آدم جاده اسفالت که میره قدش نداره، وقتی میفته تو خاکی ماشین دست انداز میفته، یه 2-3 کیلومتر تو خاک کرد تا میرسه به اسفان، ها الحمدلله. یعنی باید تلخی ها رو آدم بچشه تا قدرش یاد داشته باشه. خدا یا غیر خدا، اما خدا هستی ما از خداست. خلق الانسان، الرحمن علم الانسان، خلق الانسان، پس اصلا وجود ما از خداست. خلق. دو، تربیت کرد رب العالمین، نه تو تربیت کرد، کل هستی رو تربیت کرد، هم آفرید هم رشد داد. مهربونه، به ناس لرعوف، رحیم، رعوف، رحیمه. دعا میکنه میشنوه، سمیع الدعا، قرآن میگه. نالمونم جواب میده، اما یجیب المضطر را اذا دعا، اما یجیب المضطر یعنی خدا آدمای مضطر رو جواب میده. یه کسی یه وقت آمد گفت که من یه اشکال دارم. گفت چیه؟ گفتم چیه؟ گفت قرآن میگه ادعونی استجب لکم، دعا کنید مستجاب. ما که هرچی دعا میکنیم مستجاب نمیشه، پس چرا خدا گفت دعا کنید مستجاب کنیم؟ ما که هرچی دعا میکنم مستجاب نمیشه. جوابش تو خود ادعونی استجب لکم هست. تو ادعونی استجب لکم آیه قرآن، ادعونی یعنی دعا کنید از من بخواید، استجب منم اجابت میکنم. چرا مستجاب نمیشه؟ ادعو، ادعو از کلمه دعاست، دعا یعنی خیر بخواه. تو از کجا میگی اینی که میخوای خیره؟ میگه اگر خیر بخوای بد میدم. گاهی وقتا خیال میکنیم خیره، خیال میکنیم اگر با این ازدواج کنیم، با این شرکت کنیم، با در این سفر با این جور مسافرت کنیم خیره. دعا طلب خیره، خیلی چیزایی که ما میخوایم خیال میکنیم خیره، فکر میکنن این تمام اینایی که معتاد میشن، فکر میکنن این به نفعشه. میشینه پوت جلسه اعتیاد، بعد خیال میکنه خیر، فکر میکنه با این دوست چه خویده، بعد این عجب دوست چه فسادی بر خیال که امینه، شریک میشن مالشو میدوزن. پس خیلی دعاهای ما دعا نیست، چون دعا در لغت یعنی طلب خیر. خیلی چیزایی که ما دعا میکنیم مستقیم خیر نیست، خیال میکنه خیره. یک، بعد میگه ادعون نی. این نی یعنی چه؟ کلمه این نی یعنی فقط از من بخواه، به کسی دیگه نگی. ادعون نی، از من بخواه. ما به هر خدا بگیم بر کسان ها کسی دیگه میگه، در دعا اخلاص نداریم. اینم ادعونی. بعد میگه استجب. تو قرآن فقط استجب نداریم، یه استجبو هم دارم. استجب، استجبو، استجب یعنی من خدا استجاب میکنم دعای شما رو. استجبو یعنی تو بندم گوش بر ما بده. ما هرچی میگیم میخوام خدا گوش بده، ولی خدا هرچی میگه گوش نمیده. بده و بسونه، تنصر ینصر، کمک و کمکت میکنم، زاغ و ازاغه، کز رفتی کزت میکنم، جاهد و فی ناله نهدین نهم سوالنا، در راه خدا تلاش کن، راه رو نشونه دیدم. اگر در یه آیه قرآن میگه استجب لکم، دعای تو رو مستجاب میکنم، آیاتی هم تو قرآن هم بعضی آیات که میگه استجیبوا لما دعاکم، اگر خدا و پیغمبرم دعوت میکنه شما رو به کار خیری، شما بگید بله. چقدر حیا رسانه شنیدی پاتون مسجد نذاشتید؟ ما بنده که نماز خونم چقدر قرآن گفته فی صلات هم خاشعون، سر نماز عوض جمع باشه. من یه رکعت نماز با توجه در عمر خوندم. چقدر باش خدا شرط کردیم که اگر این کار بشه من این کار میکنم. به حاجتمون رسیدیم، وزیر استدیم. اینقدر قرآن گله میکنه که این بشر قول میدن نامردی میکنه.
یه جای قرآن میگه که عروس و داماد وقتی ازدواج کردن، خب اول زندگیشون هم میگن لئن آتا، عربی ها که خونه قرآنه، لئن آتانا صالحاً، اگر خدای اولاد صالحی خوبی به ما بده ما شکر میکنیم، فلان ما آتا هم همی که باشیده میگن نه فراموش میکنن، میگه اگر پولدار بشم خمس میدم زکات میدم، ولی پولدار میشن نمیده. میگه اگر معاشی بخرم تو خیابونی که میرم اونایی که میشناسم لاقل سوارش میکنم، بعد ماشین میخره دو یکی دو نفر سوار میکنه یکی دو رو، بعد میبینه به کارش نمیرسه ول میکنه گادش، حتی یه آشنام که دست پیشونیش میخارونه که نبیندش که مجبور بشه تو رو درو سوارش کنه. خیلی قرآن میگه یه اداره که بو فلفورد سوار کشتی میشه تو موج میفته، دعو الله یا الله یا الله فلما نجهم جفتک میزنه، یعنی خدا هم گله میکنه میگه اگر تو میخوای ادعونی استجب لکم، میخوای دعا کردی من مستجاب کنم، منم حرف زدم تو گوش بده، اگر میخوای خدا گوش حرف تو بده تو هم گوش حرف خدا بده. خدایا به ما توفیق بده هر فرمایشی تو تو حرفای تو رو عمل کنیم، تو هم دعاهای من مستجاب کن به خصوص ایام شریف. و السلام علیکم و رحمت الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. الَّذِينَ كناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة
ولله عاقبة الأمور صدق الله العلي. Shut up!
اینجا ایرانه و یک شب نوروزی دیگه با یه ایرانگردی دیگه. همراه ما باشین. سلام. چه چیزی بهتر از تلاقی این همه عید و کنار خانواده بودن؟ البته تو همین عیدی که داریم سپری میکنیم آدمای زیادی دست به دست همدیگه دادن تا ما کنار همدیگه باشیم. آدمایی که قسم خوردن و پای قسمشون واستادن، آدمایی که دور تا دور ایران صف کشیدن و دستاشون رو به همدیگه زنجیر کردن تا این اسم عزیز قشنگترین اسم دنیا باقی بمونه. کسایی که برای اعتقادات و وطنشون واسه شون آسونه که از هر چیزیشون بگذرن. زنا و مردایی که این روزا هر روز صبح قبل از رفتن به بیمارستان و یا حتی از توی بیمارستان با عزیزتریناشون خداحافظی میکنن و سر مأموریتاشون میرن، به دل خطر میزنن تا هموطناشون رو از چنگ این بیماری نجات بدن. امروز تو بیمارستانا، دیروز تو پلاسکو، تو مرزای ایران عزیزمون، وجب به وجب خاک جبهه ها، نفس به نفس آبی آسمونی که بالای سرمونه، تو لحظه به لحظه روزایی که ترسیدیم و شایدم گریه کردیم، کسانی در کنارمون بودن که تو هر لباسی، از لباس سبز مقدس به خون تپیده تا لباس سفید بیمارستان، قسم خورده بودن که پاسدار بمونن و از همه چیزشون بگذرن و گذشتن. آخه الگوی ما آقاییه که از همه چیزش گذشت تا پاسدار بمونه. تولد امام حسین علیه السلام و به همه کسایی که تو هر لباسی پاسدار این مملکت و اعتقاداتشون هستن تبریک میگم. به افتخار ایران که زنا و مردا و بچه‌هاش انقدر با غیرتن که واسه حفظ خاک مقدسش از هر چیزی گذشتن و میگذرن و شک ندارم که خواهن گذشت. خواهش میکنم. بسیارم عالی، پر انرژی. بریم سراغ دوتا گروهی که موفق شدن امشب مهمون مسابقه ایران باشن. باشون آشنا بشیم. گروه آبی، بله، و گروه صورتی. از سرگروه ها خواهش میکنم خودشون و همتیمیاشون رو معرفی کنن. این گروه چون دوتا نوجوانم توش داره، از این گروه شروع میکنیم. گروه صورتی، خواهش میکنم بفرمایید. عرض سلام دارم خدمت همه هموطنان و همه عوامل برنامه. شهریار شکری هستم، 37 سالمه. حالا سرگروه این تیم، حالا بچه‌ها افتخار دادن ما رو انتخاب کردن. آقای بهنام، فامیلشون ببخش من، عبادی آرام هستم. خواهده داری حالا شمشون باشون؟ من بچه ها رو آره مدر، حالا شون دوستای جدید هم یالا به دوستات غیر مستقیم آشنا شدیم. چجوری این تیم تشکیل شد آقا؟ این تیم که حالا من از طریق یکی از دوستانمون که قبلا هم تو این برنامه شرکت کردن معرفی کردن. البته خودم دیده بودم برنامه رو توی تلویزیون و خوش هم اومد. بعد واسم اپلیکیشن رو فرستادن، توی مسابقه شرکت کردیم، حالا با امتیازات لازمی که لازم بود کسب کردیم و دیگه موفق شدیم. خوبیه برنامه ما اینه که آدما با هم دیگه رفیق میشن، تیم تشکیل میدن و میان اینجا خودشونو به چالش میکشن. بله، خواهش میکنم دوستاتونو با معرفی کنین بقیه رو لطفا. زنده باشین. آقای فرهاد گودرزی هستن، دوست عزیزمون. بله. آقای مبین جمشیدی. آقای جمشیدی، بله. بله. آقای محمد مهدی، محمد نژاد، بله. محمد پور. محمد پور عزیز، آقای محمد پور عزیز، دو تا جوون هم آوردین واسه بازی‌های فیزیکی ما. قشنگ تیمو خوب ارنج کردین ها. خیلی هم عالی. بریم سراغ تیم درجه یک آبی. آقای ناجی، بله؟ بله. بله آقای ناجی، خواهش می‌کنم معرفی کنم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما یعنیگان عزیز. عید نوروز تبریک عرض می‌کنم. به اتفاق چهار تا از دوستانمون خدمت شما هستیم. بله. آقای آوه، محمد آوه. آقای آوه. بله. آوه. بله. آوه. آقای فدایی. آقای فدایی، فدایی دادی. خب. جناب آقای هاشمی، بزرگ ما. آقای هاشمی، بزرگ همه. بله. خواهش میکنم. بله. و جناب آقای علیاری. آقای علیاری. بله. بله. بسیار عالی. از کجا شما آشنا شدین؟
شما هم دوسته تازه تأسیس هستید؟ نه خیر، نه، ما به اتفاق آقای فدایی و آقای آوه از یک محل خدمتتون رسیدیم. بله، که چه محلیه؟ شهرستان شهریار. شهریار، پس از حومه رسیدیم. تهران. بله، بله. بسیارم عالی. جناب آقای هاشمی و آقای علیاری هم از دوستان تقریبا تازه ما هستن که خدمتشون هستیم. آها. بله. دوستان از کجا تشریف؟ از تهران تشریف آوردن. از تهران. بله. بسیارم عالی. خیلی خوشحال شدم. دو تا گروه قبراق داریم که آماده مسابقه هستن. پس چه چیزی بهتر از این که بریم سراغ مسابقه‌مون و اولین بازیمون که اسمش هست خط مرز. بله، مرحله اول از مسابقه امشبمون و بازی جذاب و دوست داشتنی خط مرگ که خیلی از جونا رو گرفته. بریم سراغ دوتا گروه ببینیم که جون دوستشون کیه. کسی که جون به اسرائیل نمیده رو به من معرفی کنین. خواهش میکنم، مشورت کنین، بفرمایید. از ما شروع میشه؟ شما هر کدوم مشورت کنین، فکر کنین که کی آماده است برای بازی خط مرگ. خواهشون بیشتر سنی هست. اوه، گروه صورتی میگن معرفی کنیم، میگن اول ببینیم آبی کیو معرفی میکنه. بر اساس شما میخوان ارنج بچینن. خیلی اینا دارن حرفه ای عمل میکنن. بله، شما معرفی میکنین؟ بله، بفرمایید. جناب آقای هاشمی، جواد هاشمی. آقای هاشمی بزرگ بله. مجلس. بزرگ ما. بزرگ تیم آبی. بسیار عالی. آقای هاشمی بزرگ مجلسشون رو فرستادن. شما چی میفرستین؟ آقای بهنام عبادی آرام. پهلوونمونه. به به. خب پس بلند مجلس اومد به بازی با بزرگ مجلس. خیلی هم عالی. خواهش میکنم به من اضافه بشین لطفا. بفرمایید. بفرمایید آقای هاشمی. آقای بهنام بفرمایید. 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 دیگه وقتی سرپرست گروه اسم شما رو نمیدونه چه توقعی از من داریم؟ آقای بهنام عبادی آرام. بله. و آقای هاشمی. بله. یه بزرگ گروه با یه بلند گروه ها. من کوچیکمتون. چاکرین. خیلی هم ممنون. خیلی خوش اومدی. آقای هاشمی شغل شریف شما چیه؟ من حسابدار هستم. حسابدار هستیم. پس بله. سرتون تو حسابه. بله. پس میدونیم که دو تا جون دارین دیگه. بله. دو تا جونم پس دیگه حسابشو دارین دیگه. خیلی با ارزشه. بسیار عالی. و شما چی؟ آقای عبادی. من تو کار لوازم آرایشی هستم. کار لوازم آرایشی؟ بله. ازدواج کردین؟ نه. خب شما که ازدواج کردین؟ بله. بچه هم دارین؟ نه، بله، متاسفانه نه. ندارین هنوز. بفرمایید بریم سراغ مسابقه. نه. آماده این؟ نه. آماده این؟ بله، من دارم. سکه رنگی رو میندازم. بفرمایید شما، خواهش میکنم اینو بگیرین. فقط رنگیش نکنی ها، کار با لوازم آرایش میکنی. خب سکه رو بندازیم ببینیم. بله، رنگ صورتی تعیین کننده است که خودش بازی رو شروع میکنه و یا ترجیح میده تیم آبی شروع کنه. بفهمید. تیم آبی شروع کنه. مشورت نمیکنی؟ انتخاب خودش درسته. انتخابش درسته. بله، تیم آبی شروع کنه. آماده این شما آقای هاشمی؟ بسیار عالی. پس بفهمید بازی رو شروع کنیم. سرعت عمل بالا. خواهش میکنم آقای هاشمی. وسط‌تر. بله، و تو منطقه امنتون شما هم همینطور تو منطقه امنتون. سرعت عمل بالا. هر سوالی هم که نمیدونستین سریع بگین بعدی که سوال بعدی برای من بیاد. هر موقع آماده بودین، چون بازی رو از شما شروع میکنیم آقای هاشمی، بفرمایید که منو صفحه نمایشگرم بازی رو شروع کنم. آماده هستم. حاضرین؟ بسیارم عالی. صفحه نمایشگر بفرمایید. منطقه حفاظت شده حله در کدام استان قرار دارد؟ سیستان و بلوچستان. نخیر. موشه. از دماغ فیل افتادن کنایه از چیست؟ تکبر. تنها تیم ایرانی که موفق شده در مسابقات جام باشگاهی جهان حضور داشته باشد. مشهورترین مخروط آتش فشانی ایران کدام تیم است؟ مقام نخست وزیری در چه سالی در ایران حذف شد؟ 78. مرتفع‌ترین نقطه استان خراسان شمالی چه نام دارد؟ اینالود. نخیر. بعدی. بعدی. هجوم مغولان به ایران در ابتدای کدام قرن بود؟ قرن هفتم. باریکلا. کارگردان مجموعه تلویزیونی کیف انگلیسی چه کسی بود؟ دیادیل دوری. بله. اولین دروازه‌بان فوتسال ایران که توانست لژیونر شود چه نام داشت؟ مصطفی نظری. آفرین. کدام واژه فارسی میتواند جایگزین واژه خاضع شود؟ فروتن. بله. بزرگترین جزیره ایران چه نام دارد؟ عشق. بله. همه پرسی قانون اساسی در چه تاریخی انجام شد؟ 59. نخیر. 58.
آفرین. موسیقی متن مجموعه تلویزیونی بو علی سینا ساخته کیست؟ بعدی. نام دیگر دریای خزر چیست؟ کاسپین. اوه کجا؟ به جای قلیان میتوان گفت؟ قلیان جوشش. بله. وزرا توسط کدام مقام تعیین می شود؟ رئیس جمهوری. بله. زرین رود به کجا سرازیر می شود؟ زرین رود به آقا تایمه به ای بابا بگو بعدی آقای هاشمی همه رو نباید جواب بدی قربونت برم من عارف هر کدومو بلد نبودی بگو بعدی هیچ اشکالی نداره جونت از دست دادی الکی این همه اطلاعات امید بالا بود اشکال نداره خیلی هم عالی کیف کردیم خب شما دو بار تا دم مرگ رفتی آقا بنا آره عرقت هم باید بگیری آقا هاشمی یه خورده فکر کرد باید همه رو جواب بده بگو بعدی من سوال بعدی نمی کنم حتما بلدی اونم بلد بودی یادت نمی اومد بعضی موقع آدم هول میشه دیگه هیچ اشکالی نداره قشنگ شد شما یه دونه از جوناتون از دست دادین ولی بازی هنوز تمام نشده یه جونه دیگه دارین این بازی از آقا بهنام شروع میشه آقا بهنام آماده ای؟ بله بفرمایید بله خب میخواین یه خود به خط امنتون نزدیکتر شین اینجوری نزدیک شدن بله خط مرگو بهتر میفهمین ملموستر براتون ما آماده ایم صفحه نمایشگر احسان حدادی در مسابقات المپیک لندن چه مقامی کسب کرد نایب قهرمانی کارگردان فیلم ابد یک روز کیست سعید روستایی نام دیگر تپه ماسه‌ای موجود در بیابان‌های ایران چیست؟ الماسه بله واحد بنیادی جامعه اسلامی چیست؟ خانواده بله پر افتخارترین تیم ایرانی در مسابقات فوتبال قهرمانی باشگاه آسیا کدام تیم است؟ استقلال مجمع تشخیص مصلحت نظام در چه سالی تشکیل شد؟ 76 نه خیر 77 نه نه بعدی بعدی ژرفا یعنی چه؟ آقای هاشمی آقای هاشمی خیلی ناراحت شدیم معلوم بود که اطلاعات عمومیتون بسیار بالاست همه چی رو میدونین فقط چون خیلی دوست داشتین همه سوالا رو جواب بدین باختین ولی خب هیچ اشکالی نداره دم شما گرم خسته نباشید شما میتونین تشریف ببرین پیش تماشاگرها ادامه بازی رو ببینین و شما میتونین به هم تیمیاتون اضافه بشین خیلی هم ممنون خیلی ممنون بفرمایید بازی اولو که دیدین نوید از یک مسابقه پر از هیجان داره این بازی خب خیلی کیف کردیم آقای هاشمی حیف شد بزرگ تیم آبیا و فردی که خیلی هم آماده بود از دستش دادین الان در نبود بزرگتون کی بزرگ گروهه الان دیگه چهار نفری با هم دیگه میخوایم متحد شیم جبران کنیم ان شاء الله آقای آوه بزرگ گروه نمیشه آقای آوه بزرگ ماست بله قربون شما خیلی هم عالی گروه صورتی هم که بلند گروهشون برگشت دیگه بسیار هم عالی خوشحالین دیگه آره ولی بازی همینجا تموم نمیشه خودتون آماده کنین مراحل متعددی داریم درسته؟ آماده این؟ خیلی خوب حالا که دوتا گروه آماده داریم و یه مسابقه که یه شروع درجه یک داشته بریم سراغ بازی بعدیمون که اسمش هست تیزبین رسیدیم به بازی تیزبین بازی جذاب تیزبین که هم فیزیکیه هم باید تیزبین باشن هم اطلاعات عمومی بالا داشته باشن آقا یه نفر که عین پلنگ میمونه تو عکس العمل مثل عقاب میمونه تو دیدن خواهش میکنم به من معرفی کنید بفرمایید خیلی عقاب میمونه آقای محمد مهدی آقای محمد پور بله آقای محمد پور از این سو و گروه آبی آقای فدایی بله آقای فدایی آقای محمد پور بفرمایید پایین خواهش میکنم بفرمایید آقای محمد پور خیلی هم عالی آقای فدایی چون ایشون بزرگترن از ایشون شروع کنیم دیگه آقای فدایی بفهمید چند سالتونه شغلتون چیه مدرک تحصیلیتون چیه بفهمید تا همینجا بس فعلا حدودا 36 سالمه حدودا آقا 62 دیگه تقریبا آن چند روایت هستش آره بله بعد فوق لیسانس مدیریت ورزشی دارم بله شغلتون چیه شغلم فرهنگی فرهنگی یعنی چی معاون پرورشی مدرسه ابتدایی به به یعنی ناظم مدرسه این ناظم سابق دیگه بله
شما هم که محصلی دیگه آره؟ بله. دست به سینه باشه اول همه. دست به سینه باشه. آقای نازمی دقیقه نگاه کنم موهاش ردیفه. نه خوب شب عیدم هست دیگه. مازیت گیر نمیدیم. ناخونا رو نگاه کن. شما بفهمید منزل. بفهمید. دم دفتر. آقا مگه نگفتن یه خورده رعایت کنین بهداشت و کرونا و عید و حالا اشکال نداره. آقای نازم قول میده که بره ناخوناشو کوتاه کنه. باشه. گل روی شما باشه دیگه. بسیار عالی، معلومه که مهربونی. خب آقای محمد پور شما بفهمید که من 15 سالمه، دانش آموز رشته برق الکتروتکنیک. باری کلا فنی پس میخونی. بسیار عالی. پس خوب کسی رو فرستادن. عین برق زده ها باید بپری. تا فکر کردی ست واژه درسته باید بپری روی صفحه نمایشگر ما. درسته؟ خب آقای فدی شما آماده این؟ بامید خدا آماده این؟ شما آماده این؟ خواهش میکنم بفهمید سر جاهاتون بیستین. خب رسیدیم به بازی تیزبین. همونطور که این بازی رو خوب میشناسینش، سه تا گزینه روی صفحه نمایشگر میاد، سه تا واژه توشه. هر موقع احساس کردین این سه تا واژه به هم دیگه ربط دارن بفرمایید بپرید روی صفحه نمایشگر ما. نگرانم نباشین. آقای فدایی، محمد پور عزیز، آماده این؟ بله، من و صفحه نمایشگرم آماده ایم. صفحه نمایشگر، بفرمایید. خب، آقا فدایی شانس آوردی ها. دو پا بپرین. دوستان دو پا بپرین، نگران نباشین. بله. آقای فدایی پریدن از گروه آبی، ببینیم که درست انتخاب کردن یا نه. ترمه و سرخاب به هم دیگه رب داشت ولی قرتاج نه دیگه. آقا نه، آقا فدایی یه خورده عجله کردیم. هیچ اشکالی نداره، متاسفانه آقای فدایی یکی از جوناشون از دست دادن توی پریدن روی صفحه نمایشگر. عجله نکنید، به محض اینکه خیلی مطمئن شدیم که واژه ها هم دیگه ربط دارن بفرمایید بپرید. هر موقع آماده بودین دوباره شروع کنیم. آقای فدایی آماده، جواب واسه جبران هست. شما آماده این؟ بله بفرمایید. صفحه نمایشگر. چقدر بیشتر بگذره سرعت گزینه ها بیشتر میشه. اگه نمیپرین من میام هولتون بدم. یکی دوتا. بله. خب فکر میکنم بله کاملا صحیح. گروه آبی با چشم